اگر همه مطالب تاریخی و روایات در عظمت و شعن و مقام پیامبر گرامی اسلام را هم یک طرف بگذاریم آیاتی که شعونات پیغمبر خدا رو بیان میکنه در قرآن اگر فقط به همین آیات نگاه کنیم پی به گوشه های از عظمت وجود آن حضرت خواهیم برد مثلا یکی از مقام هایی که قرآن بیان می کنند نام بلند اون حضرت است و رفعنا لک ذکرک ای پیغمبر ما نام تو رو بلند آوازه قرار دادیم هر کجا نام خدای متعال مطرح می شود شهادت به یگانگی خدای متعال داده میشه اشهد ان لا اله الا الله گفته میشه ببینید پیغمبر به کجا رسیده که در کنار نام خدای متعال شهادت به رسالت پیغمبر و ذکر شریف اشهد ان محمد رسول الله اللهم صلی علیه میده پیغمبر چه جایگاهی داره نزد خدای متعال و رفعنا لک ذکرک ما نام تو رو بلند آوازه قرار دادیم این کار خداست که بعد از 1400 سال با وجود این همه دشمنی هایی که با پیغمبر خدا داشتن روز به روز بر عظمت پیغمبر بر عظمت اسلام بر عظمت این نام مقدس افزوده میشه این یک مقام مقام قرآنی نام بلند پیغمبر است یک مقام امنیت پیامبره که قرآن ترسیم میکنه میفرماید وجود پیغمبر هر کجا باشد مایه امنیت و آسایش برای همه شماست ما کان الله لیعذبهم و انت فیهم ای پیغمبر جایی که تو هستی ما اونجا عذاب نازل نمی کنیم به خاطر گل روی پیغمبر به خاطر پیغمبری که محبوب خداست اونجا عذاب نازل نمی شود ما کان الله لیعذبهم و انت فیهم و ما کان الله معذبهم و هم یستغفرون چیز دیگه ای که باز مایه امنیت و آسایش هست استغفاره یکی پیغمبری که استغفار اینکه این, این دوتا کنار هم قرار گرفتن معلوم میشه استغفار چقدر مهمه اونایی که اهل استغفارن استغفر الله ربی و اتوب و الیه میگن استغفار زبانی دارن استغفار قلبی دارن اینها خدای متعال بلا رو ازشون دور میکنه یکی دیگر از مقام های قرآنی پیغمبر مقام تسلیمه یعنی چی؟ یعنی خدای متعال از همه مؤمنین خواسته تسلیم محض و مطلق در برابر پیغمبر خدا باشن این مقام قرآنی است که یه آیه عجیبی هم داره که به فرموده بعضی از بزرگان از علما از اهل تحقیق مصداق عمل به این آیه ائمه معصومین صلوات الله علیهم اجمعین هستند. هر کسی هنر عمل کردن به این آیه رو نداره چیه اون آیه اینه فلا و لا یؤمنون حتی یحکمو کفی ما شجر بینهم ثم لا یجدو فی انفسهم حرجا مما قضيت و یسلمو تسلیما پیغمبر ما به پروردگارت سوگند که اینها ایمان نیاورده اند. ایمان نخواهند آورد مگر اون وقتی که تسلیم محض تسلیم مطلق پیغمبر باشن یعنی هرچی پیغمبر خدا گفت هرچی دین گفت نه اون که هوای نفسم میگه نه اون که من دلم میخواد نه اون که پیغمبر گفته یعنی مهمه اگر کسی تسلیم پیغمبر نباشد اصلا ایمانش مشکل داره حتی یو حکمون کفی ما شجر بینهم اگه من با شما اختلاف نظری داشتیم باید ببینیم پیغمبر چی بیان میکنه دستور پیغمبر چیه دین چی میگه بعد از این بالاتر ثم جدوفی یجدو فی انفسهم حرجا مما قضیت تا اینجا شاید بعضی از آدمای معمولی هم بتونن تسلیم پیغمبر باشن تسلیم دین باشن اما از اینجا به بعدش خیلی سخته سلمان و ابوذر می طلبه که به این آیه عمل کنن و به فرموده اون بزرگ می فرمودن که ائمه معصومین هستند که به تمام معنا به این آیه میتونن عمل کنن چی میگه مگه آیه میفرماید تسلیم حقیقی اینه نه تنها گوش به فرمان پیغمبرن نه تنها در منازعات و اختلاف نظرهاشون حرف پیغمبر و مد نظر قرار میدن بلکه تو دلشون هم احساس ناراحتی نمیکنن اگر گفته پیغمبر برخلاف میل اونها بود این خیلی مشکله این خیلی سخت انسان یه نزاعی داره یه اختلافی داره میره پیش حاکم شرع میره پیش کسی که به هر حال از لحاظ شرعی حکم اسلام رو بیان میکنه میگه آقا این خونه مال شما نیست. این ملک مال شما نیست. حق با شما نیست. او آدم تسلیم میشه دیگه خب باش. اما میفرماید تسلیم حقیقی اینه که اگر حکم بر خلاف میل تو بود تو دلتم احساس ناراحتی نکنی. این تسلیم خیلی بلنده. حتی یو حکمو کفی ما شجر بینهم ثم لا یجدو فی انفسهم حرجا مما قضیت و یسلمو تسلیما یه همچین تسلیمی خدا از مؤمنین نسبت به پیغمبر خواسته اینم مقام سوم مقام تسلیم در برابر پیغمبر